سلام بر دوستان عزیز، وقتتون بخیر، خسته نباشید. یک نکته بسیار بسیار مهم در آتلیه، کسانی که پرینتر دارن و عکساشون رو خودشون پرینت میگیرن، خیلی خیلی مهمه که اینو بدونین که قبل از اینکه عکستون رو پرینت بگیرین یه چک بکنین از طریق همین خود فتوشاپ. یکی از آیتم ها رو بررسی کنین، ببینین واقعا پروفایل رنگیتون دقیق تنظیم کردین یا نه، تا بدونین هرگاه پرینت میگیرین اون رنگی واقعی رو که روی صفحه نمایش الان ما داریم میبینی همون چاپ شده باشه. این یک نکته خیلی بسیار بسیار مهمی هست که من تو این آموزش بهتون میگم چجور اینو چک کنین. این تصویر رو به عنوان مثال من میخوام پرینت بگیرم، اولین کاری که میکنم اینه که میام از قسمت ادیت و اینجا توی قسمت کانورت پروفایل اینو چک میکنم، کلیک کنم پنجرهش باز میشه. حتما 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 کسانی که پرینتر دارن، خصوصا پرینتر جوهرافشان، ما بحثمون تو آتلیه، بیان توی قسمت پروفایل حتما این گزینه را تنظیم کنه، sRGB 1966 و اسات وان، اینو کلیک میکنی و حتما 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 تو بین این گزینه ها میای همین گزینه رو انتخاب میکنی. این خیلی خیلی مهمه و بقیه گزینه ها نیاز نیست دست بزنین، اینو اوکی میدین. الان ما میتونیم پرینت بگیریم، همین رنگ ها هم روی کاغذ داشته باشیم. حالا بعضی موقع هست ما با چاپ میکنیم میبینیم که باز رنگ ما واقعی نیست. خب نگاه میکنم این کجای کار اشتباه، 100% 100% احتمالا شما اومدی سند تو تغییر دادی، بیش از این که عکس اصلی رو پرینت بگیری سند رو تغییر دادی. یعنی چی؟ یعنی اومدی از قسمت ادیت، از قسمت فایل، یعنی نیو رو زدی یا یه کنترل ان زدی، پنجره باز شده، یک سندی رو ایجاد کردیم. آنها نوصال من این سند رو انتخاب میکنم 100% 40 میلیمتر. خب میخوام این عکس رو درون اون سند قرار بدم و بعد پرینت بگیرم. خب این خیلی مهمه، شما این تنظیمات انجام دادی اما به این گزینه Advanced Options توجه نکردی. اینو یک کلیک میکنی حتما حتما این قسمت باید رو همین 1966:2:1 باشه، sRGB LIEC. اینو حتما، اینو که کلیک کنی شما این قسمت رو همین آیتم رو تنظیم کن. این خیلی خیلی مهمه که بعد سند رو که ایجاد میکنی حالا میتونی این سند رو کپی کنی و داخل این سند پیس کنی بعد پرینت بگیری. این خیلی خیلی مهم بود، نکته خیلی خیلی مهمی بود که تو پرینت کردن خصوصا آتلیه داران کمتر توجه میکنه و من واسهش این آموزش رو گذاشتم. انشاءالله که استفاده کنید. خدا یار و نگهدارتون.